برای مریم قسمت 48. به نگاه خیره‌ام ادامه دادم و چیزی نداشتم تا در مخالفت با حرفش بگویم. جمال سرش را خم و احمد را خوب بررسی کرد و با لبخند گفت برای امشب کلی برنامه داشتن تا فکر سباک رو منحرف کنن که شعارهای روی دیوار خونه مقامات رد بالا رو یک دختر می نویسه. همه چی مالید. محکم گفتم نه، باید یه فکری کنیم. خودش رو عقب کشید و با اخم گفت چه فکری کنیم؟ میگی بری جلو، میشناستت و نمیذاره کاری کنی. تنها فکری که میشه کرد اینه که ماشینت رو روشن کنی بریم. خدا برات خواسته بدبخت. شعار نویسی روی دیوار خونه یه ساواکی لقمه درشتیه، گیر میکنه تو گلوت. منم میرم فردا به این دکتره میگم پشیمون شدی. دست انداختم و کلاه لبدارش را از روی سرش برداشتم. ببین جمال، من میدونم نباید بهت بگم کمکم کنی، اما الان وضعیتم بده. یه خورده باید نقشه اینا رو دستکاری کنیم. به کمک تو نیاز دارم. پولتم تو داشبورد گذاشتم برات. دستی بالا انداخت. تو هم نقطه ضعف من رو پیدا کردی ها. من با جون خودم بازی نمی کنم. دستش را گرفتم. ببین اصلا کار سختی نیست. ما قرار بود پیاده بشیم و سویچ ماشینم رو بدیم دست یکی از اینا تا بعد اتمام کار ببره میدون شهیاد. منتظر بمونه تا من برسم. از این طرفم من شعار رو که نوشتم سوار ماشینی که اون پشت وایساده بشم تا سریع من رو ببره شهیاد. مریم، من اینا رو خودم میدونم. چه کاری از من میخوای؟ خودم را به طرفش کشیدم. ببین اینا یعنی چی؟ احمد رو ببین، اون قراره ماشین منو ببره سمت میدون و اگه نرم جلو و خودم رو نشونش ندم نمیبینه. اصلا صورت منو نمیبینه. من یه راست میرم سمت دیوار پشتی و 5 دقیقه بعد از اینکه رفتم تو پیاده میشی و یه فیلم کوچولو بازی میکنی. هول و دست پاچه به احمد میگی که من رفتم اون پشت و کارم تموم شده و بهتره اینجا نیسته و سریع بره. سویچشم بهش نده. بگو خودت میری سمت میدون. جمال با تمسخر گفت. اونم میگه چشم، هرچی شما بگی. مگه خره؟ تا نبینه روی دیوار نوشتی که فرار نمیکنه، خره من رو میچسبه. نه، اگه تو خوب بتونی هولش کنی و بترسونیش نمیاد اون پشت. تازه تا بیاد من نشستم تو شبرلت آبی و رفتم. اونم خودم میترسونم که سری بره. دستش را به دهانش چسباند. التماسش کردم فقط همین کار رو برام بکن. در داشبورد را باز کردم و بسته پول را نشانش دادم. وقتی ماشین رو بردی سمت شهیاد این پول رو هم بردار، بیشتر از اونی که توافق کردیم. دستش را از روی ماشینش دور کرد و با اشاره به مقابلش گفت اون یکی هم اومد ببینش. برگشتم و مرد قد بلندی را کنار احمد دیدم که لازم نبود خیلی نگاهش کنم. عکسش را بارها دیده بودم، در تظاهرات مقابل کازینو و یک بار هم مقابل کتاب فروشی که کتاب‌های ممنوعه داشت. احتمال اینکه او هم مرا بشناسد زیاد بود. نگاه معنی دارش مقابل کتاب فروشی امروز و این لحظه برایم حکم زنگ خطر را داشت. در جواب جمال بنگی که منتظر بود حرفی بزنم گفتم اینم مرا میشناسه، فقط میشه همون کاری رو که گفتم انجام بدیم. اینکه از تاریکی اون کوچه کنار ساختمون استفاده کنم و خودم رو برسونم اون پشت و بعد 5 دقیقه تو بری طرفشون و بگی کاری که میخواستن رو انجام دادم. نمیشه مریم، اینا باید کشیک بدن تا کسی نیاد و تو بری بنویسی روی دیوار. همینطوری مثل گاو بری جلو گیر میفتی. بعد هم از کجا معلوم توی 5 دقیقه کارت تموم بشه که میگی بعد 5 دقیقه برم بگم من فرزم؟ کاری نداره، کمتر از 5 دقیقه این کار رو میکنم. آبم از آب تکون نمیخوره. اینا که لازم نیست خود منو ببینن، فقط میخوان اون مغازه روبروی ساختمون رو ببینه که یه دختر داره روی دیوار شعار مینویسه. خب منم همین کار رو براشون میکنم. خیلی خطرناکه. زجر میکشی تا صدایش بالا نرود. عینکی همایون را از مقابل داشبورد برداشتم و به چشمم زدم. تا زمانی که من سرعت داشته باشم هیچ خطری نیست. و
بعد هم که میرم سوار شبلک میشم. رانندشون هم که گفتن خیلی کار بلده و میدونه چطوری در بره، دیگه مشکلی نمیمونه. نگاهش را به کندی در اطرافش گردان و با مکسی دستش را به طرفم آورد. بیا ساعت هامون رو با هم یکی کنیم. دستم را به سمت دستش بردم. وقتی دید اختلافی وجود ندارد گفت حالا کوتا این 5 دقیقه لعنتی تموم بشه. کش موهایم را باز کردم و کلاهش را روی سرم گذاشتم. خوبم اینطوری؟ نگاهش را با بدخلقی از من گرفت و گفت آره خیلی خوب ستار کردی. الان مامانتم ببینتت نمیشناسه تو رو. خم شدم و اسپری را برداشتم. دیدن یک باره احمد باعث شده بود ترسم را فراموش کرده و فقط به 5 دقیقه‌ای فکر کنم که برای جمال بنگی دیر میگذشت و برای من زود. به طرف جمال برگشتم و به هم خیره شدیم. ترسش از تردیدی که برای حرف زدن داشت پیدا بود. ضربه‌ای به ساعتم زدم و گفتم 5 دقیقه از همین الان شروع شد. محکم گفت برو. از ماشین پیاده شدم و کلاه را تا چشمم پایین کشیدم. از شلوغی یک دفعه خیابون و ماشین‌ها استفاده کردم و خودم را به آن طرف خیابان رساندم. احمد نگاهش به رو به رو بود و وقتی از پشتش رد شدم متوجهم نشد. چند قدم که دور شدم تا کوچه کنار ساختمان آرام دویدم. وقتی به کوچه رسیدم اسپری را از جیبم بیرون آوردم و این بار با سرعت دویدم. وقتی به مقابل ساختمان رسیدم نگاهی به دو طرف من داختم. شبلت آبی رنگ چند متر جلوتر در تاریکی و زیر درختی ایستاده بود. کلاه را تا توانستم پایین آوردم و موهایم را از پشت به سمت جلو آوردم تا صورتم را هیچ کس نبیند. دستش را از ماشین بیرون آورد و تکان داد. خودش اصلا معلوم نبود. طبق قراری که داشتیم حرکت کرد تا جلوتر برود و آماده سرعت گرفتن باشد. به سمت ساختمان برگشتم و دستم را تا جایی که می رسید بالا بردم و اسپری را روی دیوار سفیدش به حرکت درآوردم. سلول، سرکوب، سانسور ابزار دیکتاتور هاست. کارم که تمام شد فقط ثانیه ای به شعار روی دیوار که کج نوشته بودم نگاه کردم. چند نفری سمت دیگر خیابان توجهشان جلب شده بود. اسپری را در دستم مشت کردم. ترس توانایی عجیبی به پاهایم داده بود. با تمام توان به سمت شبلتی که از من فاصله گرفته بود فرار کردم. کلاه مانع از دید من می شد. فقط می دانستم که باید مستقیم بدوم. وقتی دستم بدن شبلت را لمس کرد صدای نفس نفس زدنم آنقدر بلند بود که خودم وحشت کرده بودم. دستگیره ماشین را که کشیدم بدون اینکه به راننده نگاه کنم خودم را روی صندلی انداختم و سرم را رویش گذاشتم. هنوز نفس نفس می زدم که ماشین از جا کنده شد. صدایی در ماشین پیچید که از صدای نفس نفس زدنم پیشی گرفته بود و گفت خانوم برو پایین تر سرت رو بدزد. صدای آشنایی که در این لحظه های همراه با ترس و نفس نفس زدن و پنهان شدن پشت صندلی از هر شکنجه‌ای بدتر بود. فرصت نشد سرم را کمی بالا بگیرم و نگاهش کنم تا مطمئن شوم گوشهایم در این لحظات قصد بازی دادن من را ندارند و دچار اختلال نشده اند. هشدار بعدیش اتمام حجت با گوشهایم بود. سفت صندلی را بگیر تا این بر اون بر پرت نشی و ضربه‌ای بهت نخوره. خطا پشت خطا. وقتی به سمت شبلت می دویدم زمانی که قلبم در سینه داشت جا به جا می شد به اشتباه فکر می کردم این ترس و دلهوره دیگر هرگز من را ترک نخواهد کرد و دیگر هیچ ترسی همتای آن تجربه نخواهم کرد و لکه های سیاهی که هین نوشتن روی دستم مانده بود تا ابد باقی خواهد ماند. تنها چند کلمه حرف امید کافی بود تا همه التهابات ثانیه هایی پیش از یادم برود و تنها یک سفت و سخت گرفتن صندلی ماشین کفایت می کرد تا دیگر لکی روی دستم نبینم. از شدت سرعت زیاد تمام اجزای اتومبیلش به فریاد درآمده و
هر آن انتظار داشتم از هم جدا شوند و هر کدام به سوی پرت شوند. وسط این سرعت سرسام‌آور یک دفعه اتومبیلش را نگه داشت. سرم با شدت به پشت صندلی‌اش برخورد کرد و کلاه جمال بنگی از سرم افتاد. سفت نگه دار خودت رو، هرچی بیشتر بری پایین بهتره. کسی به سمت ماشین حمله بر شد و در آن را با سرعت باز کرد. صدای بسته شدن در تا به سقف شبرلت رسید و سقف تکانی به خودش داد. تا نشست داد زد زودتر برو. امیر بود که داد می زد و مرتب تکرار می کرد برو برو. فرصت کوتاهی داشتم تا حین نگه داشتن اتومبیل از آن پایین، به جای اینکه به بدشانسیم لعنت بفرستم، از فاصله بین دو صندلی نگاهی به سمت راننده بیاندازم و این بار خود امید را ببینم، نه اینکه فقط صدایش را بشنوم. نفس نفس زدنم با دیدن امید اوج گرفت. دیدن او وسط چنین معرکه‌ای خیلی فرق داشت با زمانی که فقط در مورد او چیزهایی می‌دانستم و می‌شنیدم. از روشنایی‌های خیابان آریا شهر وارد قسمت تاریک‌تری شدیم که امیر دستش را روی صندلی امید گذاشت و کمی خودش را به عقب خم کرد تا من را ببیند. خانوم، ما به شما گفته بودیم چی روی دیوار بنویسی؟ لحنش عصبی بود. باز هم صدای نفس نفس زدنم را می شنیدم. مثل تلنگری بود که مغزم را به کار انداخته باشد. از عمد صدای نفس نفس زدنم را بالاتر بردم تا به گمان ترس دست از سرم بردارد و نخواهد که جوابش را بدهم. اما امیر دست بردار نبود. گفتیم بنویس ساواکی جلاد است. شما چی نوشتی؟ سرعت ماشین یک بار کمتر شد و امید دخالت کرد. مگه چی نوشته؟ جرأت نداشتم از کنجی که بین صندلی و در پیدا کرده بودم و صورتم را در آن مخفی کرده بودم لحظه فاصله بگیرم و موقعیت امیر را نسبت به خودم بسنجم. فقط می دانستم نزدیکم است. وقتی جواب امید را داد این را فهمیدم. رفته سر خود نوشته سلول، سرکوب، سانسور ابزار دیکتاتور هاست. عکس العمل امید را فقط می توانستم از نوع به حرکت در آوردن شبلت بفهمم. سرعت دوباره ای به اتومبیلش داد و بعد از معطلی چند ثانیه ای گفت این که خیلی خوبه، پرمعنا و مفهوم. سه شب تمام به خاطر این شعار فکر کرده و بیخوابی کشیده بودم و حالا تایید امید، یعنی این که تمام آن ساعتهای فکر کردن ارزشش را داشت. چی میگی؟ ما میخواستیم همه بفهمن یکی از بهترین خونه های اینجا صاحبش یه ساواکیه. امید سریع جواب داد. صدایش بلند بود. چیزی از دست ندادیم. همه میدونن که شعارها رو روی دیوار ساختمانهایی که ربطی به حکومت دارن می نویسن. امیر این بحث را ادامه نداد، اما دست از سر من هم بر نداشت. آرام زمزمه کرد. نرو سمت میدون، دور بزن، برو سمت پارکینگ. این جمال ماشین رو نداده احمد، خودش برده، قرارمون این نبود. دلم خوش بود هرچه زودتر به خیابان آیزنهاور برسیم و شاید آنجا به محض پیاده شدن فرار کنم، اما امیر مشکوک شده بود. حالا میتونی بیای بالا خانوم، دیگه خطری نیست. صدای امید بود. به نظر می رسید با زبان اشاره با امیر قرار مدارهایشان را گذاشته تا هرچه زودتر من را ببینند و مطمئن شوند همه چیز در امن و امان است. آنطوری که آمدانه به دم و باز دمم صدا داده بودم، حالا دیگر از کنترل من خارج شده و واقعا بلند شده بود. کف دستم را روی صندلی گذاشتم و حالم اصلا بهتر نشد. امیر به پشت خم شده بود که امید توپید. ولش کن، ترسیده، میریم پارکینگ حرف میزنیم. پارکینگ به نظر میرسید یک رمز بین خودشان باشد و نه مکانی برای اتومبیل ها. سرم را از کنج امنم خلاص کردم و کمی بالاتر آوردم. دیگر هیچ راهی نبود. باید منتظر میواندم به پارکینگ برسیم و امید و امیر ببینند که من دختر خالهشان هستم. از اتومبیل در حال حرکت با چنین سرعتی نمیشد فرار کرد
و تنها راه منتظر ماندن بود. در نهایت این روبرویی اتفاق می افتاد. ترس های آدم لابلای کارهایی که هرگز فکر نمی کند روزی انجامش دهد می ریزد. آدم خود به خود شجاع می شود و تازه می فهمد بعضی کارها فقط سخت به نظر می رسند. من شعار روی دیوار خانه یک مأمور سباکی نوشته بودم و اعلامیه پخش کردن پیش آن خیلی کوچک به نظر می رسید و قرار بود تا چند لحظه دیگر با امید روبرو شوم و این هم سخت تر از شعار نوشتن روی دیوار نبود. تازه داشتم به خوشیوم بودن این اتفاق فکر می کردم. به دیدن عکس العمل امید زمانی که من را می بیند و می دانستم شاید اعتمادش را به چشمهایش از دست بدهد. با حرف امید ناخودآگاه سرم پایین تر رفت. خانم شما چرا هیچی نمیگی؟ داریم میریم تو پارکینگ، اونجا نمیتونی ساکت بمونی؟ ماشینش را متوقف کرد. سر و صدایی از بیرون آمد. کسی داشت در را برایشان باز میکرد و شولت دوباره به حرکت درآمد و وارد یک جای تاریک شد. هرچی جلوتر رفت همه چیز روشن‌تر شد. فقط زیاد و کم نور شدن را حس میکردم و هیچ چیز از جایی که داخل آن شده بودیم نمیدیدم. امید اتومبیلش را نگه داشت و آن را خاموش کرد. امیر زود پیاده شد و یک نفر به ماشین نزدیک شد. احمد بود که پرسید چرا زود برگشتید؟ رفتین سمت شهیاد؟ سرم را کمی از صندلی دور کردم. متوجه من شد و خودش را تا نزدیک پنجره ماشین خم کرد و گفت این خانم را چرا آوردین؟ جمال تو میدون شهیاد منتظرشه. امید از ماشین پیاده شد و امیر به هیچ کدامشان فرصت نداد و دری که من در پناهش آرام گرفته بودم را یک دفعه باز کرد و به سمت خودش کشید. روشنایی به سمتم هجوم آورد و مجبور شدم سرم را بالا بگیرم. امید به همان جایی نگاه می کرد که من به محض بلند کردن سرم می توانستم ببینم. امیر زبانش بند آمده و مات شد. دو قدم به عقب برداشت و امید جان کند تا بگوید ماری. یک دفعه به سمت احمد چرخید و دستش را بلند کرد و به تخت سینه او زد. احمد تو؟ برگشت و به من نگاه کرد. جمله اش را با چرخیدن به سمت احمد تمام کرد. نگو شعار رو دادی به ماری بنویسه. احمد به جای جواب دادن به امید دنبالم میگشت تا من را ببیند. موهایی که از پشت به یک طرف صورتم آمده بودند را کنار زدم و از ماشین پیاده شدم. جایی که در آن ایستاده بودیم هیچ شباهتی به پارکینگ نداشت. یک فضای بزرگ و بی‌در و پیکر بود که ابتدا و انتهایش معلوم نبود. لوله‌های بزرگ سیاهی به صورت افقی از بالای سر ما رد شده بودند و مانع از دیدن سقف بلند ساختمان می‌شدند. به نظر می‌رسید در انبار یک کارخانه هستیم. کمی جلوتر از ما ماشین‌آلاتی بود که رویشان نصف و نیمه پرده کشیده بودند. احمد وقتی من را شناخت نگاهش بین دو پسر عمویش سرگردان ماند. او گیج‌تر از همه بود و بی‌خبرتر. من چرا باید این کار رو بکنم؟ شعار رو اونی که جمال آوردتش نوشته. خودش اومد به هم گفت شعار نوشته شده، فرار کنیم. مگه شما سوارش نکردین که فراریش بدید؟ فقط من میفهمیدم احمد چه میگوید. امیر عصبی به طرفش گردن کشید. چی میگی احمد؟ شعار رو ماری نوشته. جمال کیو آورد؟ تو دیدیش؟ احمد توجهی به امیر نکرد و رو به امید که به لکه های سیاه روی دستم نگاه می کرد گفت امید من جز جمال کسی رو ندیدم. نه من نه یاور. فقط جمال با عجله اومد که بگه فرار کنیم. ما هم وقتی دیدیم شعار روی دیوار نوشته شده رفتیم سمت مغازه. امید یک دفعه بر سرش فریاد زد. احمد پس تو رو اینجا گذاشته بودم چه غلطی بکنی؟ برای چی رفته بودی؟ مگه قرار نبود خودت دختری رو که همراه جمال بود رو تا نزدیک دیوار بیاریش؟ من ندیدم. من نمیدونستم. شد جواب من؟ امید من ندیدم. شما چی؟ ماری خانوم رو سوارش کردین تا اینجا آوردین نفهمیدین کی رو سوار کردین؟ احمد تازه به خودش آمده و فهمیده بود کوتاهیش بیشتر از دو پسر عموی مدعیش نیست.
دو قدم به جلو برداشتم و کنار امید ایستادم. احمد آقا تقصیری نداره. من به جمال گفتم نریم سمتش، چون میدونستم من رو ببینه میشناسه. خودم تنها رفتم سمت خونه. وقتی هم نشستم تو ماشین شما دوتا رو دیدم. گره کورشان را باز کردم. امید کامل به طرفم برگشت، دستانش را جلو آورد و دستم را گرفت. زودتر از همه دیده بود کسی که شعار روی دیوار را نوشته من بودم، اما دیرتر از همه میخواست باورش کنه. میخواست دستانم را تا نزدیک سینهش ببرد و خودش را کنترل میکرد تا این کار را نکند. ماری چی کار کردی؟ 1% فکر نکردی ممکنه گیر بیفتی و بدبختمون کنی؟ اون وقت من باید چی کار میکردم؟ به خاله چی میگفتم؟ اینجا جای توه؟ تون صدایش با هر سؤالی که میپرسید رو به تحلیل میرفت. سؤال آخرش را سخت میشد شنید. دستم را که داخل دستش بود به دو طرف حرکت دادم. این حالت رو میفهمم امید. یه بار طعمش رو چشیدم، با این تفاوت که حال اون موقع من از الان تو خیلی خیلی بدتر بود. تو گیر افتادی و من موندم با کلی مهمون و لباس عروس. چه فرقی میکنه؟ من این کار را انجام دادم یا یه دختر دیگه؟ شما مگه نمیخواستید بگید شعار نویسی روی دیوار، ساختمان های مهم تقصیر یه نفر دو نفر نیست و حتی یه دخترم میتونه این کار را انجام بده؟ نگاهم را بین هر سه نفرشان چرخاندم و دستم را از دست امید بیرون کشیدم و به سمت سینه‌ام بردم. خب من این کار رو براتون انجام دادم. چرا فکر میکنید اگه یه دختر دیگه بود باید خیالتون راحت میشد؟ اون پدر مادر نداره؟ اون مثل من کسی رو نداره که نگرانش باشه و بهش بگه اگه گیر میافتادی من باید چی کار میکردم؟ هیچ کس بی کس و کار نیست امید. ماری، ما با آدمای مثل خودمون طرفیم. کسی که کارش رو بلده و انتخابش رو کرده، نصیحت ها رو قبلا شنیده و به اینجا رسیده. خیلی با تو فرق داره. لبخند زدم. مگه من کارم رو بد انجام دادم؟ نابلدی کردم؟ تا خود اینجا هیچ کدومتون نفهمیدید من کیم. نصیحت هم زیاد شنیدم. به طرف امیر برگشتم. تو چته امیر؟ چرا رنگ به صورتت نیست؟ یادت میگفتی باید مخالفین تبدیل بشن به مبارزین؟ خب داره این اتفاق میفته. نه تنها مخالف مبارز شده، بلکه آدمای بی‌طرفی مثل منم تغییر کردن. باید خیلی خوشحال باشی. میخواستم به طرف ماشین برگردم که سؤال امیر درباره عوض کردن شعار یادم آمد. یواشتر گفتم شعار رو هم عوض کردم، چون درست نیست همه آدم های اون اطراف بفهمن اونجا خونه یه سباکیه. یه سری تندروان، زن و بچه و خانوادشون اینطوری گرفتار می شدن. امیر ابروی بالا داد. گرفتار می شدن؟ فقط سباکی ها خانواده دارن؟ کی به فکر خانواده اوناییه که نمی دونن کجا باید دنبال بچه هاشون بگردن؟ باید بفهمن گرفتاری واقعی یعنی چی؟ اگه قرار باشه ما هم مثل اونها باشیم، چه نیازی هست کاری بکنیم؟ بذاریم همه چی تو همین گند و کثافتی که هست بمونه. حتی مبارزه هم باید اخلاقی باشه. ما اگه نیاییم با تفاوت هامون خودمون رو تعریف کنیم، پس مطمئناً روزی هم که به خواسته هامون برسیم هیچی عوض نمیشه و همینطوری میمونه. باید دست از مبارزه ظاهری برداریم و به مبارزه عمیق‌تری فکر کنیم. مبارزه‌ای که برای عوض کردن فکر مردم باشه، نه یه جریان هیجانی که مختص یه زمان خاص باشه و دنبال تلافی کردن و بعدش هم فروکش کنه. باید مردم یاد بگیرن ظالم رو با هر نقابی که به صورتش زده تشخیص بدن. امیر میخواست جوابم را بدهد که امید داد زد. امیر دست بردار، برو ببین یاور کجاست، چرا نمیاد تو؟ امیر بدون هیچ حرفی سریع چرخید تا نشان دهد مثل همیشه گوش به حرف امید دارد. احمد هم پشت سر امیر راه افتاد و دنبالش رفت. به طرف امید برگشتم. نگاهش روی من بود. دیگر هیچ اثری از سرزنش و ناراحتی در صورتش نمی دیدم و با انعطافی که بیشتر در چشمانش پیدا بود نگاهم می کرد. سرم را کمی کج کردم. منو می رسونی خونه؟ دستش را تا سرش بالا برد و روی پیشانی و موهایش ثابت نگه داشت. دیگه هرگز این کارو با من نکن. تا می خواست دستش را به سمت من بیاورد
با دویدن کسی از سمت ورودی انبار و ایستادن امیر و احمد پشیمان شد و به آنی به سمتشان رفت. از حالت نامتعادل دویدن یاور، همان پسری که قرار بود با امیر کشیک بدهند تا من شعار را بنویسم، معلوم بود که مشکلی پیش آمده است. تنها کاری که می توانستم بکنم دنبال امید رفتن بود. یاور تا رسید لحظه ای مطمئن شد، اما اتفاقی که می خواست از آن خبر بدهد به او فرصت کنجکاوی درباره من را نداد. رو به امید گفت: دو نفر مشکوک تو خیابونن. احمد را که می خواست به طرف در برود سری گرفت و نگه داشت. احمد: فکر کنم سرنشینای همون موتوری باشن که دنبالمون کرده بودن، دارن با نگهبانان شب کارخونه شیرالات حرف میزنن. بعید نیست یارو ما رو دیده باشه و بخواد بهشون چیزی بگه. امید و امیر هر دو با هم پرسیدن: موتوری برای چی دنبالتون کرده بود؟ هول و دست واچه به اطراف نگاه کردم و غیر ارادی به جمعشان و امید نزدیکتر شدم. احمد به طرف امید برگشت. یه موتور از آریا شهر تا سر خیابون با همون بود. نمیدونم به چی مشکوک شده بودن. کوچه به کوچه رفتیم و گمشون کردیم. اینا اونا نمیتونن باشن. امیر عصبی گفت: شما دوتا امشب غلطی مونده که نکرده باشین. اگه اونا باشن چی؟ برای چی دنبال شما راه افتادن؟ امید سریع دستش را به پشتش برد و با نیم نگاهی به من کلتی را بیرون آورد و کنار پهلویش نگه داشت تا از من که یک بار آن را دیده بودم پنهان نگهش دارد. اما چشمان من قفل شده بود روی دستش که کلت را مثل یک وسیله‌ای که هر روز با آن سر کار دارد خیلی راحت از دور کمرش بیرون آورده بود. من با جمعی تازه کار طرف نبودم. فکر همه جایش را کرده بودند. من امید و امیری دیگر را امشب دیده بودم. امید اشاره‌ای به بالا کرد و گفت: احمد برو بالا ببین چه خبره. هر چهار طرف رو نگاه کن ببین کسی کشی که ما رو میده. اگه آره علامت بده. امیر تو هم برو دم در، اگه در زدن خودت رو بزن به مستی. یه جوری جلوشون بالا بیار که باورشون بشه مستی و گورشون رو گم کنن. نکردن یه کار دیگه کن. یا بر تو هم برو ماشین رو ببر پشت. امید مسلط تر از هر ستایشان بود. نه تردید داشت نه ترس. گویی بارها در چنین موقعیتی گیر افتاده و هر بار با تدبیری جان سالم به در برده بود. تنها دیدن ناگهانی من بود که تدبیری برایش نداشت و گیر افتاده بود. فقط یاور به حرف امید گوش داد و رفت. امیر و احمد ماندند و نگاهشان به من بود. امید دستم را گرفت: نترس ماری، من هر طوری که بشه تو را از اینجا میبرم بیرون. سپس به امیر و احمد تشر زد: برید دیگه. امیر اشاره‌ای به من کرد: تو و ماری از حیات پشتی برید بیرون تا خیالم جمع بشه و برم. ماشین بابا تو خیابون روبروی بانک پارکه. امید دستم را سفت‌تر گرفت و گفت: ماری رو تا ماشین بابا میبرم، خودش بره خونه، زود برمیگردم پیشتون. دستم را سریع از دستش بیرون کشیدم. من تنها نمیرم امید. احمد حرفم را به نوعی دیگر تایید کرد: امید با ماری برو، بر نگرد اینجا. دیدیم هوا پسه، با موتور میرم بیرون معطلشون میکنم تا امیر و یاورم از پشت فرار کنن. امید سرش را با تأسف تکان داد: احمد چی میگی؟ نباید اصلا کار به اونجا بکشه. نمیکشه امید، نمیتونن گیرمون بیارن. من و یاور رو دیدن، امیر رو نمیشناسن. بره دم در سرشون رو میکوبه به تاق. امیر هم دستش را به پشتش برد. هر آن منتظر بودم او هم کلتی شبیه کلت امید بیرون بیاورد، اما دستش را همان پشت نگه داشت و گفت: امید وقت نداریم، ماری رو ببر. نیم ساعت دیگه یکی از ما زنگ میزنه به خونه و برات پیغام میذاره. تو بعد از نیم ساعت زنگ بزن به خونه و بپرس چه پیغامی برات گذاشتیم. دیگه هم بر نگرد. انشالله هیچ مشکلی پیش نمیاد و امشب خونه هم دیگر رو میبینیم. پایان قسمت 48.